سینا، یوگای جامع. چند لحظه اجازه میدیم بدن کاملا رها بشه. سر تا سر بدن رها. توجه رو روی سر تا سر بدن نگه میداریم. پاها رو جفت میکنیم کنار هم، دست ها رو قلاب میکنیم، یه کشش سراسری به دست ها میدیم و به بدن. کف دست ها رو میکشیم بالا، پنجه پاها فعال، پاشنه های پا رو میکشیم به سمت دیوار پایین پا. سر تا سر بدن رو کشش میدیم، از زیر بغل و دست ها به سمت بالا و از لگن و پاشنه های پا مهره ها رو میکشیم به سمت پایین. یه دم عمیق، کشش کامل بشه. بازم دست ها رها و پاها رها. لحظاتی توجه به سر تا سر بدن. دوباره با دم پاها رو جفت میکنیم، این بار پنجه پاها رو میکشیم به سمت پایین، دست ها رو قلاب میکنیم و میکشیم به سمت بالا. این بار روی بدن رو کشش میدیم، کمی گودی کمر رو به زمین نزدیکتر نگه میداریم، پاشنه های پا رو به زمین فشار میدیم، دنبالچه رو میدیم داخل و کمی لگن رو از زمین جدا میکنیم. کشش رو کمی کامل تر میکنیم. یه دم عمیق، بازدم، دوباره دست ها رها و پاها. توجه رو به درون بدن میبریم و به تمام اتفاقاتی که درون بدن ایجاد شده لحظاتی آگاه میشیم. دوباره با دم پاها جفت، پای راست رو از زانو خم میکنیم، با دستور ساق یا اگر محدودیتی روی زانو دارید دور ران رو میگیریم و روی ران رو به شکم نزدیک میکنیم. پای راست و چپ فعال، دم میگیریم و با بازدم سر و سینه رو میاریم بالا و چانه رو به زانوی راست نزدیک میکنیم. سر تا سر پای چپ کشیده، آرنج از پهلوها دور، دست ها قدرتمند و با قدرت دست ها بدن رو بالا نگه میداریم. آروم سر و پاش برگرده بیاد روی زمین، پای راست بیاد روی زمین و رها. توجه به سمت راست لگن و ران راست. دوباره دم پاها جفت، بازدم پای چپ از زانو خم میشه بیاد روی شکم، دستور ساق یا ران پای چپ میگیره، روی ران رو به شکم فشار میدیم و با بازدم سر و سینه رو میاریم بالا. تنفس جریان داره، سر تا سر پای راست فعال، دست ها قدرتمند. سر و پشت روی زمین، پای چپ رها و روی زمین آزاد بشه. دم پاها جفت، بازم این بار هر دو پا از زانو خم میشه میاد روی شکم، با دستور ساق یا ران هر دو پا رو میگیریم، انگشت ها قلنا و روی ران ها رو به شکم نزدیک میکنیم. دم میگیریم، با بازدم سر و سینه رو میاریم بالا. تنفس ها جریان داشته باشه. سر و پا
پشت اول برمیگرده و کف پاها میاد روی زمین. دست ها کنار لگن، کف دست ها بیاد روی زمین، پاها به اندازه ی عرض لگن از هم فاصله، با قدرت عضلات لگن و فشار دست ها لگن رو از زمین جدا میکنیم، میاریم کمر و پشت رو هم میکشیم بالا. با بازدم مهره ها دونه دونه برمیگرده پایین. دوباره با دم لگن، کمر و پشت، بازدم پشت، کمر و لگن. دوباره دم و بازدم. پای راست رو تو فضا صاف میکن. تمرینات گرم کننده یه پای راست رو انجام میدیم. از پنجه چند مرتبه اول پنجه و پاشنه روی پا رو کشش میدیم و پشت پا روی پا به سمت سقف کاملا کشیده. پاشنه پا رو میکشیم به سمت سقف، روی پا، پشت پا. حالا مچ پا رو کمی گرم میکنیم، چرخش از مفصل مچ پا. انگشت شست پا دایره توی فضا رسم میکنیم، جهت دایره عوض بشه. خوبه، پنجه پا فعال، با پاشنه از مفصل ران دایره میزنیم. توجه رو میبریم به مفصل ران به لگن. بعد از هفت مرتبه جهت دایره عوض بشه. پای راست میاد بالا. تا جایی که میتونیم پا رو میکشیم بالاتر، گودی کمر رو به زمین نزدیک نگه میداریم. چند ثانیه تو این حالت مکس میکنیم. عضلات ران و مفصل زانو محکم و منقبض. کشک زانو رو مکش میکنیم به سمت ران و رها بیاد روی زمین. توجه به سر تا سر پای راست. از انگشت ها مفصل مچ، ران و سمت راست لگن. پای چپ رو تو فضا صاف میکنیم. هر دو زانو کنار هم. با دم پنجه پا رو میکشیم به سمت جلو و سقف. باز دم پنجه به سمت صورت، پاشنه به سمت جلو. دم و بازدم چند مرتبه انجام میدیم. روی پا، پشت پا کشیده. از مفصل مچ پا دایره میزنیم. بعد از هفت دور جهتش رو عوض میکنیم. خوبه، پنجه پا به سمت صورت، با پاشنه از مفصل ران دایره میزنیم. گودی کمر رو به زمین نزدیکتر نگه میداریم که به کمر فشار نیاد. و بعد از هفت دور جهت چرخش عوض میشه. زانوی پای چپ صاف باشه و با پاشنه یا پنجه توی فضا دایره بزنیم. پای چپ بیاد بالا. تا جایی که میشه ران چپ منقبض، زانو مکش میکنه به سمت ران و کاملا محکم. توجه به عضلات روی ران چپ، گودی کمر روی زمین یا نزدیک به زمینه و زانو خم، کف پای چپ هم بیاد روی زمین. فشار رو از روی کمر برمیداریم. چند مرتبه دوباره وضعیت گرم کننده پل رو انجام میدیم. لگن رو از زمین جدا میکنیم، کمر و پشت، با
باز دم پشت، کمر و لگن. دم باز دم، دم باز دم، دم باز دم، دم. بالا چند لحظه مکس میکنیم. زانوها به هم نزدیکن، فاصلش به اندازه طبیعی که باید از هم فاصله داشته باشه، به اندازه عرض لگن. عضلات سرینی، عضلات لگن، عضلات کمر، فیله کمر کلن محکم و منقبض. و با بازدم دونه دونه مهره ها پشت، کمر و لگن میاد روی زمین. پای راست چند لحظه رها و پای چپ رها. به سر تا سر هر دو پا عضلات لگن و عضلات کمر لحظاتی توجه میکنیم و اونها رو آروم و رها میکنیم. با دم پاها جفت، بازدم هر دو پا خم شه، بیاد روی شکم و بعد روی زمین. دوباره دم پاها جفت، بازدم بیاد روی شکم، یا کف پاها روی زمین یا مستقیم بیاد روی زمین. دم پاها جفت، بازدم روی شکم، دم بازدم. آخرین مرتبه دم و بازدم، پاها بیاد روی شکم، کمی لگن رو به راست و چپ حرکت میدیم و کف پاها بیاد روی زمین. دست ها زیر سر یا به حالت صلیب طرفین بدن. وضعیت پیچ ساده خوابیده. پاها از سمت راست بره به سمت زمین، سر میچرخه به سمت چپ، پهلوی چپ رو کشش میدیم، دم وسط و بازدم به سمت چپ، دم و بازدم، دم و بازدم، دم و بازدم، دم و بازدم. پاها بیاد وسط، فاصله پاها، لبه بیرونی پاها اندازه عرض لگن. دست ها رو میکشیم بالای سر. گرم کننده پل و قایق، عضلات مرکز بدن رو کمی گرم میکنیم. با دم وضعیت پل، دنبال چه میره داخل، لگن و کمر و پشت میاد بالا. بازدم دونه دونه مهره ها برمیگرده، سر و سینه میاد بالا. دم بازدم، دم بازدم، دم بازدم، دم بازدم، دم بازدم. بعد از هفت مرتبه دم و بازدم چند لحظه توی وضعیت قایق مکس میکنیم و آروم سر و پشت بیاد روی زمین. توجه به عضلات شکم و عضلات کمر، اونها رو حس میکنیم و لحظاتی رهاشون میکنیم. دست ها رو عمود میکنیم به زمین. با دم انگشت ها رو از هم دور میکنیم، پره های بین انگشت ها رو احساس میکنیم. باز دم انگشت ها جمع میشه، کف دست و فشار میشه، فشار میده. دم و باز دم، دم بازدم. قدرت رو بین انگشت ها توی عضلات انگشت ها احساس بکنید. با دم کاملا انگشت ها از هم دور بشه و با بازدم جمع بشه. خوبه، دست رو مشت میکنیم و از مفصل مچ دایره میزنیم. جهت دایره عوض بشه، توجه به مفصل مچ. دست ها رو باز میکنیم، کف دست ها به سمت سقف، انگشت ها رو میکشیم به سمت صورت و برمیگردونیم پشت دست ها به سمت سقف، انگشت ها برگرده به سمت دست. دم و بازدم، دم بازدم، دم
بازدم روی ساعد و پشت ساعد رو کشش میدیم، روی مچ و زیر مچ رو کشش میدیم. کف دست راست به سمت سقف، پنج تا انگشت دست راست رو با دست چپ میکشیم به سمت بدن. حالا پشت دست راست به سمت سقف، پنج تا انگشت رو به سمت بدن کشش میدیم. کف دست چپ به سمت سقف، پنج تا انگشت دست چپ با دست راست کشیده میشه به سمت بدن. و پشت دست چپ، دست ها رو میکشیم بالا، سرشونه ها رو از زمین جدا میکنیم، دم میگیریم با بازدم، دست ها مشت میشه و آرنج ها از طرفین میره به زمین فشار میده. با فشار آرنج ها قفسه سینه کمی میاد بالا. دوباره با دم دست ها قدرتمند به سمت سقف و با بازدم طرفین بالا و پایین. قدرتمند دست ها رو بالا و پایین ببرید. عضلات پهن سینه و عضلات زیر بغل ها، عضلات بازو و پشت بازو ها رو همزمان درگیر بکنید. با قدرت بیشتر دست ها بیاد بالا و از طرفین به سمت زمین. آخری مرتبه دست ها رو میاریم بالا، انگشت ها باز توی هم قلاب بشه، سر و سینه رو میاریم بالا. با بازدم دست ها سمت راست میره به سمت زمین، کتف و پهلوی چپ رو کشش میدیم. دم وسط و بازدم به سمت چپ. وسط و راست. وسط و چپ. راست. سمت دیگه لگن رو روی زمین حفظ بکنید که کشش توی و پیچش توی سر تا سر مهره ها ایجاد بشه. دور آخر برمیگردیم بالا، سر میاد روی زمین، دست ها آزاد میشه، از مفصل سرشانه ها دایره میزنیم. میتونه دست ها آزاد باشه یا اینکه آرنجا خم میشه بیاد روی سرشانه ها و دایره را از مفصل سرشانه ایجاد بکنی. جهتش عوض بشه. خوبه. لحظاتی دست ها رها. سر رو به سمت شونه راست، چپ، راست، چپ، وسط و چند لحظه رها. پای راست روی زمین آزاد، پای چپ هم روی زمین آزاد. توجه رو به تغییرهای ایجاد شده روی بدن میبرید. سر تا سر هر دو پا و هر دو دست. توجه رو به پای راست میبریم. پای راست رو از انگشت ها فعال میکنیم. پاشنه پا رو به زمین فشار میدیم. ساق و زانو رو درگیر میکنیم. عضلات روی ران، پشت ران تا سمت راست لگن. حالا با یه انقباض 3-4 سانت پای راست رو از زمین جدا میکنیم. میکشیم بالا و یک باره. رهایی رو تو سر تا سر پای راست میبریم. کاملا رها. توجه رو به پای چپ میبریم. انگشت های پا رو فعال میکنیم. پاشنه پا رو به زمین فشار میدیم. ساق و زانوی چپ درگیر. عضلات روی ران، پشت ران تا سمت چپ لگن. با یه دم 3-4 سانت پا رو از زمین جدا میکنیم. انقباض رو به نهایتش برسونیم. و با بازدم یک بار رها.
دم میگیریم، عضلات لگن رو منقبض میکنیم، کمی دمبلچه رو میدیم داخل، گودی کمر رو به زمین فشار میدیم، با بازدم عضلات شکم رو درگیر میکنیم چند لحظه تو نهایت انقباض و یک بار رها. توجه رو به قفسه سینه میبریم، با یه دم قفسه سینه رو باز میکنیم، میکشیم بالا به سمت سقف، بار اینجا فشار میدیم، پس سر رو به زمین فشار میدیم، تخت پشت از زمین کمی جدا بشه، قفسه سینه بیاد بالا و آروم را. سر تا سر روی بدن، روی تنه و پشت تنه رها. توجه به دست راست، با یه دم انگشت‌ها رو از هم دور میکنیم، پرهای بین انگشت‌ها رو احساس میکنیم، انگشت‌ها رو جمع می‌کنیم، با بازدم کف دست کمی فشار می‌دیم انگشت‌ها رو به کف دست و انقباض رو میاریم سمت ساعد، آرنج، بازو تا سرشانه دست راست. سر تا سر دست راست، انقباض کامل، 3-4 سانت از زمین جدا بشه و با بازدم یک بار رها. سر تا سر دست راست، آزاد و رها. توجه به دست چپ، با یه دم انگشت‌ها از هم باز میشن، پرهای بینش رو احساس میکنیم، با بازدم جمع میشن، کف دست کمی فشار میدن، انقباض میاد توی ساعد، آرنج، بازو و پشت بازو تا سرشانه، با یه دم چند سان دست چپ از زمین جدا بشه با نهایت انقباض و با بازدم یک بار رها. سر تا سر دست چپ، آزاد و رها. توجه رو میاریم به عضلات گردن، کمی عضلات گردن رو منقبض میکنیم، انقباضش رو تا سر و صورت بالا میاریم، صورت رو جمع میکنیم سمت مرکز صورت، کاملا جمع میشه مثل یه موش، صورت جمع میشه به سمت بینی، دم میگیریم با بازدم سر و سینه رو میاریم بالا، چشم ها رو باز میکنیم، دهن رو باز میکنیم و زبون رو میکشیم به سمت چانه. سر برمیگرده به روی زمین به سمت راست و چپ، چند لحظه حرکت میدیم و رها. سر تا سر پای راست، سر تا سر پای چپ، سر تا سر زیر تنه و سر تا سر روی تنه. توجه به دست راست از انگشت ها تا سرشانه، دست چپ از انگشت ها تا سرشانه، گردن، پشت سر، صورت تا تاج سر. توجه به حجم کلی بدن، دست راست رو بکشید بالای سر و بچرخید به پهلوی راست، بدن رو توی یه خط قرار بدید، سر روی بازو یا روی کف دست راست قرار بگیره، بدن کاملا توی یه خط، دست چپ جلوی قفسه سینه، با دم پای چپ بیاد بالا و بازدم 2, 3, 4, 5, 6, 7. پای چپ 7 ثانیه بالا بمونه. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. بیاد پایین، سر روی بازوی راست و زانوها به سمت شکم، چند لحظه به پهلوی چپ و سمت چپ ران توجه کنید.
به چرخید به پهلوی چپ. دوباره بدن رو توی یه خط قرار بدید. سر روی بازوی چپ یا رو کف دست چپ. دو مالچه داخل و عضلات لگن کمی منقبض. با دم پای راست بیاد بالا و باز دم پایین. 2 3 4 5 6 7 پای راست میاد بالا و مکس. 7 6 5 4 3 2 و 1 میاد پایین. زانوها خم میشه توی وضعیت جنین. دوباره لحظاتی رهایی به بدن. و به روی شکم دراز میکشیم. توی وضعیت سوسمار چند دست بدن رها. زانوها رو یه در میون خم و صاف میکنیم. کمی عضلات روی ران و پشت ران رو درگیر میکنیم. کمی قدرتمندتر پاها خم و صاف بشه. به مفصل زانو و عضلات روی ران و پشت ران توجه میکنیم. هر دو پا خم، پاها از راست و چپ به زمین نزدیک بشه. پیچش رو در سر تا سر مهره ها ایجاد میکنیم. خوبه. پاها بیاد روی زمین. جلوی چانه رو میذاریم روی زمین و دست ها میره کنار لگن. قفسه سینه باز. سرشونه ها کمی از زمین جداست. عضلات لگن رو منقبض میکنیم و کمی دنبالچه رو به داخل میدیم. پای راست صاف میاد بالا و پایین. پای چپ راست، چپ راست، چپ راست، چپ راست و چپ. پای راست بیاد بالا. لحظاتی مکس بکنید. 7 6 5 4 3 2 و 1 پای چپ میره بالا. 7 6 5 4 3 2 و 1 میاد پایین. سمت راست صورت رو بذارید روی زمین و چند لحظه بدن رها. توجه به سر تا سر هر دو پا. عضلات لگن و عضلات پایین کمر رو احساس میکنید. دوباره جلوی چانه روی زمین. دست ها رو میاریم روی کمر. انگشت ها رو قلاب میکنیم. بارنجا رو صاف میکنیم. قفسه سینه باز. پیشونی رو میذاریم روی زمین. عضلات لگن قدرتمند و منقبض و با یه دم سر و سینه میاد بالا و قفسه سینه باز میشه. 7 6 5 4 3 2 و 1 میاد پایین. این بار سمت چپ صورت میاد روی زمین. جلوی چانه روی زمین. دست ها میاد کنار صورت. آماده میشیم برای وضعیت اولهال. دو مالچه داخل و عضلات لگن قدرتمند. سر و سینه رو میاریم بالا. کمی دست ها رو جلوتر میبریم که استخوان باز و عمود به زمین باشه. سرشونه ها رو دور میکنیم از گوش ها و قفسه سینه و جناب سینه به سمت جلو. ناف رو به زمین فشار میدیم و چانه رو هم کمی به سمت جلو و بالا کشش میدیم. سر میچرخه به سمت شانه راست، چپ، راست، چپ. حالا دست ها رو هم باش حرکت بدید. دامنه حرکت رو کامل تر کنید. راست، چپ،
راست و چپ. چونه رو به سمت جلو و به سمت گلو. جلو به سمت گلو. جلو و گلو. کمی میایم بالا و برمیگردیم دوباره توی وضعیت سوسمار. آماده میشیم برای وضعیت بوجنگ، این بار با کمک دست ها. مار کبرا با دست ها. دست ها کنار قفسه سینه بیاد روی زمین. دوباره دنبالچه داخل، عضلات لگن منقبض و با یه دم سر و سینه رو میاریم بالا. قفسه سینه باز. زانوها رو خم میکنیم، لگن رو میکشیم عقب به سمت پاشنه ها توی وضعیت خرگوش. دست ها رو کمی میکشیم جلوتر، کشش خرگوش رو کامل میکنیم. کمی زیر بغل ها رو به سمت راست و چپ حرکت میدیم که پهلوها کششش کامل بشه. میاییم به وضعیت خطکش و خرگوش. خطکش، خرگوش، خطکش، خرگوش، خطکش و خرگوش. زانوها رو صاف میکنیم به وضعیت سگ سرپایی. یه درمیون زانوها رو خم و صاف میکنیم. پایی که صاف میشه پاشنش رو میکشیم به سمت زمین. از عضلات پشت پا کشیده میشه. کمی آمادگی جسمی و ذهنی رو برای وضعیت سگ سرپایی ایجاد میکنیم. حالا پاها صاف و پاشنه های پا رو میکشیم به سمت زمین. زانوها روی زمین و دوباره به خرگوش. میاییم تو وضعیت چهار دست و پا. چند مرتبه وضعیت سگ و گربه رو انجام میدیم. با دم توی وضعیت سگ دنبالچه به بیرون، قفسه سینه باز و سر بالا. با بازدم دنبالچه به داخل، سر میچرخه به سمت تو و پشت گرد میشه به سمت بالا. دوباره با دم سگ و بازدم گربه. سگ و گربه. سگ گربه. سگ و گربه. سگ و آخرین بار گربه. لگن رو میذاریم روی پاشنه ها. توی وضعیت سجده کودک لحظاتی بدن رو رها. دوباره دست ها رو میکشیم جلو توی وضعیت خرگوش. دم میاییم به خطکش. باز دم میریم پایین توی وضعیت شماره 6-7 به مار کبرا و دوباره به خرگوش. میاییم توی خطکش. چند ثانیه مکس میکنیم. 3-2-1 به سگ سرپا. پاشنهای پا رو به زمین تا جایی که میشه نزدیک میکنیم و به زمین فشار میدیم. قفسه سینه رو میکشیم به سمت زانوها و زمین. پای راست رو آروم میاریم بین دست ها. اگر نمیاد با کمک دست راست پا رو بکشید و بیاد جلوتر. میاییم بالا به وضعیت دونده. دست ها بیاد روی ران، قفسه سینه باز. لگن رو بالا و پایین میبریم. میتونه دست ها روی ران فشار بده و قفسه سینه رو بازتر کنه. عضلات روی ران چپ و زیر ران راست رو کمی گرم میکنیم. برمیگردیم پایین. پای راست عقب میره توی وضعیت سگ سر پایین. یه دم و بازدم. پای چپ این بار میاد جلو بین دست ها. دوباره دست میاد روی ران و میاییم بالا. قفسه سینه باز. ستون مهره کشیده. لگن رو بالا و پایین میبریم. برمیگردیم پایین و پای چپ برمیگردیم میره عقب دوباره. توی وضعیت سگ سر پایین
میاییم به خطکش، بدن رو صاف میبریم پایین توی وضعیت شماره 6 و به مار کبرا قفسه سینه باز. کمی وضعیت رو کامل تر میکنیم، زیر چونه رو هم کم کشش میدیم، 3 ثانیه مکس و میریم عقب توی وضعیت خرگوش. لگن رو میذاریم روی پاشنه ها توی وضعیت سجده کودک، چند دسته بدن رو رها میکنیم بریزن. و لطفاً بفرمایید و بنشینید. پاها رو جلو دراز میکنیم. آماده میشیم برای وضعیت نیم پروانه، برای باز کردن کشاله های ران و مفصل ران به لگن. پای چپ رو از زانو خم میکنیم، میذاریم روی ران راست. پای راست کامل فعال بمونه. قفسه سینه باز و ستون مهره ها کشیده. با دست راست پنجه پای چپ رو بگیره. دست چپ به آرومی پای چپ رو به پایین و بالا حرکت میده. دست رو روی ران میذاریم و فشار میدیم که به مفصل زانو فشار زیادی وارد نشه. بره پایین، چند ثانیه مکس. حالا بیاد بالا، بیفته روی دست ها. پا رو به سمت راست و چپ حرکت میدیم و توجه رو به مفصل لگن و سمت چپ لگن میبریم. انگوشت شست پای چپ رو میگیریم و میبریم روی زمین رها میکنیم. دست ها پشت ستون میشه و لحظاتی بدن کاملا رها. بادم پاها جفت. این بار پای راست رو از زانو خم میکنیم و میاریم روی ران چپ. با دست چپ پنجه پای راست رو میگیریم و پا رو به سمت پایین و بالا حرکت میدیم. پای چپ کاملا فعال بمونه و خیلی نرم و آروم پا رو به سمت بالا و پایین حرکت میدیم. میبریم پایین، چند لحظه مکس. ستون مهره ها کشیده و قفسه سینه باز. برگرد بالا، پای راست رو میندازیم داخل هر دو دست و به راست و چپ حرکت میدیم. توجه به سمت راست لگن. انگشت شست پای راست رو میگیریم و روی زمین رهاش میکنیم. دست تا پشت ستون بشه و لحظاتی بدن رها. بادن پاها جفت و هر دو پا رو برمیگردونیم به سمت بدن. توی وضعیت پروانه دست دور پاها رو میگیره و پاشنه به سمت لگن نزدیک میشه. چند مرتبه پاها رو بالا و پایین میبریم. مثل بال زدن پروانه پاها باز و جمع میشه. کمی پاها رو به سمت زمین میکشیم. اگر میتونید کمی به جلو خم بشید با پشت صاف و آرنجا رو بذارید روی رانها. با کمک آرنجا کمی پاها رو بازتر میکنیم. برمیگردیم بالا، دست ها رو پشت ستون میکنیم و چند مرتبه پاها رو از راست و چپ به زمین نزدیک میکنیم.
فشار از روی کمر برداشته بشه. خب لطفاً بفرمایید و بایستید. پاها رو جفت کنید کنار هم، دست ها رو قلاب کنید و یه کشش سراسری به بدن بدید تا روی پنجه های پا بالا میایید. تنفس های عمیق، یه دم عمیق و باز دم را. دوباره دست ها رو قلاب میکنیم و یک کشش سراسری به بدن و باز دم را. آماده میشیم برای وضعیت درخت. توی وضعیت تاداسان بدن رو مستقر میکنیم، پاها رو ستون میکنیم محکم روی زمین. پای چپ رو اول سبک میکنیم، پای راست ستون بمونه، پای چپ میاد داخل ساق یا داخل ران. پاشنه پای راست، پای چپ رو به ران راست فشار میدیم. دست ها بیاد جلوی قفسه سینه. سمت راست لگن رو محکم نگه میداریم و پای چپ کمی به سمت بیرون. به یه نقطه خیره میشیم و دست ها رو بالا میاریم. خیره به یک نقطه و ذهن خالی از افکار. دست ها از طرف این رها میشه، پای چپ رو رها میکنیم و روی زمین. لحظاتی توجه به فضای تهی ذهن. دوباره وضعیت تاداسان. پاها رو به زمین محکم میکنیم، پای چپ ستون بمونه و پای راست سبک بشه، بیاد روی ساق یا ران پای چپ. سمت چپ لگن محکم، پای راست کمی متمایل به سمت بیرون و دست ها جلوی قفسه سینه. به یه نقطه خیره میشیم، دست ها رو بالا میاریم. دست ها از طرف این رها، پا رو آزاد میکنیم و روی زمین. دوباره چشم ها در وضعیت نیمه باز و توجه به فضای خالی و تهی ذهن. آماده میشیم برای وضعیت سلام بر خورشید. جلوی مت ها قرار میگیریم، دست ها جلوی قفسه سینه. با یه دم روی بدن رو کشش میدیم، دست ها بیاد بالا به سمت سقف. شماره 2، اگر کمر درد دارید با زانوی خم، در غیر این صورت با پشت صاف تا جایی که میتونیم میریم پایین. دست ها کنار پا. 4، پای راست عقب. 5، خط کش. 6، 7، دمار کبرا. 8، 1 و 2، هر دو بازدم. پای راست برمیگرده میاد جلو. 9، پای چپ. 10، اگر کمر درد ندارید با زانوی صاف. 11 و 12، دم و بازدم. 1 2 3، پای چپ عقب. 4 5 6 7 8 1 و 2 9 10 11 و 12. 2 3، پای راست. 4 5 6 7 8 1 8 2 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 1 8 2 9 10
11 12 2 3 پای راست 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و 12 10 و 12 2 3 پای راست عقب 4 میاییم بالا به سمت پای پشت بالا و پایین 5 6 7 8 پای راست برمیگرده جلو میاییم بالا پای چپ بالا و روی زمین 10 11 و 12 1 2 3 پای چپ عقب 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 پای راست 4 برمیگردیم بالا پای پشت بالا و پایین 5 6 7 8 9 بالا پای پشت بالا و پایین 10 11 و 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 دم باز دم حبس باز دم بازدم دم پای راست بازدم دم و بازدم دم بازدم پای چپ دم حبس بازدم دم بازدم چپ جلو بازدم دم و بازدم لحظاتی بدن رها چشم ها تو حالت نیمه بسته توجه به گرما و حرارت ایجاد شده در بدن به ریتم تنفس و سر تا سر سطح بدن حرارت ایجاد شده و هر اتفاقی که روی سطح بدن افتاده و درون بدن توجه میکنیم برمیگردیم وسط تشک توی وضعیت تاداسان و پاها رو 2.5 تا 3 برابر عرض شانه ها باز میکنیم آماده میشیم برای وضعیت مثلث. پای راست رو روی پاشنه میچرخونیم پنجه به سمت بیرون بره. پای چپ میچرخه به سمت داخل. لگن رو برمیگردونیم به سمت جلو. دست ها صاف. دست راست رو میکشیم به سمت جلو. تا جایی که میشه دست راست به سمت جلو حرکت میکنه و بعد به سمت پای راست میاد پایین. دست چپ عمود به دست راست میاد بالا.
اگر مشکل تو ناحیه گردن ندارید، سر میچرخه به سمت دست چپ، سر تا سر پهلوی چپ کاملا کشیده، برای خروج از تمرین دست چپ رو میکشیم به سمت سقف، میاییم بالا، بدن صاف میشه، جای پا رو عوض میکنیم، پای چپ به سمت بیرون و پای راست به سمت داخل، دست چپ رو میکشیم به سمت چپ تا جایی که میتونیم میکشیم و کشش ایجاد میکنیم و بعد دست چپ روی پای چپ و دست راست عمود به دست چپ، سر میچرخه به سمت دست بالا، کشش سراسری به پهلوی راست میدیم، برای خروج از تمرین دست راست رو میکشیم بالا به سمت سقف، بدن رو صاف میکنیم و دست ها رها، پاها جمع میشه و چند لحظه توجه به کشش هر دو سمت پهلو. آماده میشیم برای وضعیت دوی کناسانا. پاها چسبیده به هم. توی وضعیت تاداسان. دنبالچه کمی داخل. دست ها رو پشت قلاب میکنیم. آرنج ها رو صاف میکنیم. قفسه سینه باز و پشت کاملا صاف. کمر گود نمیشه. دنبالچه رو میدیم داخل و گودی کمر رو تو حالت طبیعیش نگه میداریم. دست ها رو میکشیم بالا. جلوی چونه رو میدیم به جلو و آروم به سمت جلو و پایین خم میشیم. سر و صورت و بدن رو رها میذاریم و دست ها رو از پشت به سمت بالا میکشیم. اگر در ناحیه کمر مشکلی دارید یا این وضعیت رو انجام ندید یا کمی زانوها رو خم بکنید یا مکسش توی این وضعیت رو کمتر کنید. برای برگشت اگر مشکل کمر دارید زانوها رو خم کنید و برگردید. در غیر این صورت پشت رو صاف میکنید، زیر چونه کشیده و بدن رو برمیگردونیم به سمت بالا، یه وضعیت خم به عقب، کشش روی بدن ایجاد میکنید و رها. کمی پاها رو حرکت میدیم و آماده میشیم بر وضعیت گرم کننده و وضعیت انعطافی لاک پشت تو حالت ایستاده. پاها رو به اندازه عرض شانه ها باز میکنیم. دست ها رو میکشیم بالا. زانوها رو خم میکنیم. بدن کمی به سمت جلو میاد و میره به سمت داخل پاها و برمیگرده به روی پا. قفسه سینه باز. جلوی چونه رو کمی میکشیم. تنه و لگن موازی زمین و با کمک دست ها به زیر ران ها فشار میدیم و قفسه سینه رو بیشتر به سمت زمین نزدیک میکنیم. در این حال تمام تنه موازی سطح زمین، کشش داخل کشاله های ران و مفصل ران به لگن. خوب دست ها رو آزاد میکنیم. دست ها میاد کناره گوش ها و با یه دم میاییم بالا و رها. دوباره چند مرتبه پاها رو حرکت میدیم و به وضعیت نشسته در میاییم. دوباره وضعیت لاک پشت توی حالت نشسته این بار. پاشنه پاها رو روی زمین قرار میدیم. پاها به اندازه عرض لگن از هم فاصله. با یه دم دست ها رو میکشیم بالا. ستون مهره ها کشیده. بدن رو میکشیم به سمت جلو. دست چپ از زیر ساق، دست راست از زیر ساق، لبه بیرونی پا رو میگیره و کم کم تا جایی که میتونی با کمک دست ها بدن رو به سمت جلو میکشی. با پشت صاف، قفسه سینه باز. باز هم ایجاد کشش در مفصل رامه. کمی کشش رو کامل تر میکنیم.
دست ها رو پشت ستون میکنیم، پاها رو از راست و چپ کمی به زمین نزدیک میکنیم. توی وضعیت واجراسان بفرمایید و بنشینید. یک کشش سراسری به روی تنه و بدن میدیم. دست ها رو پشت ستون میکنیم. میتونه انگشت ها به سمت بیرون یا به سمت انگشت های پا باشه. دنبالچه رو میدیم داخل و عضلات لگند رو قدرتمند میکنیم. لگند رو محکم میکنیم و میکشیم به سمت بالا. سر در راستای ستون مهره ها. عضلات لگند، عضلات کمر کاملا قدرتمند. زیر ران ها هم کاملا منقبض و قوی. زانوها از هم دور نمیشه. فاصله زانوها به اندازه یک مشت، یعنی لبه بیرونی زانوها به اندازه عرض لگن. برمیگرده پایین. میایم جلو. توی وضعیت سجده کودک پیشونی میاد روی زمین و دست ها کنار بدن. اگر پیشونی به زمین نمیرسه میتونید کمی زانوها رو از هم دور بکنید تا راحت تر پیشونی به زمین برسه. پشت رو گرد میکنیم و خستگی وضعیت قبلی رو از پشت به بیرون میبریم. لطفاً بفرمایید و بنشینید. توی وضعیت واجراسان دوباره برمیگردیم. آماده میشیم برای وضعیت شیر. ریتم تنفس ها و ذهن آروم بشه. یه دم میگیریم، با بازدم میریم به وضعیت شیر. رها. یه مرتبه دیگه دوباره دم، با بازدم وضعیت شیر. دوباره برمیگرده و بار آخر با صدای نره شیر چشم ها و دهن کاملا باز میشه، زبون به بیرون میاد و به سمت چانه میره. دم و بازدم. فضای توهی و خالی که در روان و ذهن ایجاد شده. پاها رو جلو دراز میکنیم توی وضعیت دانداسان و بعد پاها رو به اندازه 2 تا 2.5 برابر عرض شانه ها باز میکنیم. وضعیت گرم کننده و انعطافی آسیاب رو انجام میدیم. دست ها رو میکشیم بالا، میاییم جلو، آسیاب دستی رو توی دست میگیریم و شروع به چرخش آسیاب میکنیم. آرنجا رو صاف نگه میداریم، پاها صاف و آسیاب رو به چرخش در میاریم. کامل میریم جلو، چرخش رو ایجاد میکنیم. پشت ران‌ها و کمر و پهلوها کشش ایجاد میشه. جهت دایره برعکس. خوبه. رها میذاریم، دست رو پشت ستون میکنیم و پاها رو نزدیک به هم. چند لحظه بدن رها. دوباره پاها رو به اندازه 3 برابر عرض شانه ها باز میکنیم تا جایی که امکانش براتون هست و راحت بتونید کمی به جلو خم بشید.
دست ها رو میکشیم بالا. قفسه سینه رو باز میکنیم و ستون مهره ها رو کشیده. با دست راست انگشت شست پای راست، دست چپ انگشت شست پای چپ یا پنجه پا رو میگیریم و کمی بدن رو به سمت جلو میکشیم. وضعیت او پاویش تا کن. خم به جلو با پاهای باز. کشش تو عضلات همسترینگ و کشاله های ران ایجاد میشه. خوبه، حالا به سمت پای راست میریم، دست چپ میاد به سمت پای راست. با دست مچ یا پنجه پا و یا ساق پای راست رو میگیریم. کشش رو کم کامل میکنیم. برمیگردیم وسط و به سمت پای چپ. پشت رو صاف نگه می‌داریم. قفسه سینه باز. برمیگردیم وسط و میاییم بالا. پاها رو با کمک دست‌ها به آرومی جمع می‌کنیم. دست پشت ستون بشه. کمی پاها رو به راست و چپ حرکت می‌دیم. هر دو پا توی وضعیت دانداسان. بریم برای وضعیت ماتسین دراسانا، وضعیت پیچ. پای چپ رو خم میکنیم، میذاریم پشت زانوی پای راست. دست راست میاد بالا، پای چپ رو میگیره. دست چپ هم مهره ها رو میکشه به سمت بالا و پشت ستون مهره ها میاد روی زمین. با کمک هر دو دست یه پیچش سر تا سری به ستون مهره ها میدیم. سر هم اگر مشکلیتون اگه گردن ندارید میچرخه به سمت شانه چپ. خوب برمیگردیم وسط. دوباره وضعیت دانداسان. ستون مهره ها کشیده، این بار پای راست از زانو خم میشه و پشت زانوی چپ قرار میگیره. دست چپ میاد بالا، مهره ها کشیده، پای راست رو میگیره به سمت شکم. دست راست میاد بالا و میره پشت ستون مهره ها روی زمین. پای چپ کاملا فعال. یه پیچش سر تا سری با کمک هر دو دست به سمت راست. سر هم میچرخه به سمت شانه راست. برمیگردیم وسط. دست ها رو پشت ستون میکنیم. دوباره پاها رو از راست و چپ به زمین نزدیک میکنیم و به پشت به روی زمین دراز میکشیم. بندها رو بردارید و کنار خودتون قرار بدید. آماده میشیم بر وضعیت پادانگشت شماره 1. بند رو دور پای راست بندازید. پاها جفت کنار هم، پای راست رو از زانو خم بکنید. بند رو بندازید دور پا. حالا با هر دو دست بند رو نگه دارید. شانه ها به روی زمین، پای چپ صاف و کشیده و فعال، پای راست هم زانوش کاملا قفله و عضلات چهار سر ران منقبض. با کمک بند ها و دست کمی کشش پشت عضلات ساق و همسترینگ پشت ران رو کامل کنید. چانه به حفره گلو نزدیک و مهره های گردن کشیده. گودی کمر یه مقدار متمایل به سمت زمین. کشش رو کمی کامل تر میکنیم. 10 9 8 7 6 5 یه مقدار کشش کامل تر. 4 3 2 1 آروم زانو رو خم بکنید و کف پای راست رو بذارید روی زمین و رها کنید. لحظاتی توجه به پشت
ران و زانوی راست. دوباره با دم پاها جفت کنار هم. این بار پای چپ از زانو خم میشه و بند دور کف پا گودی در واقع قسمت گل پای چپ میفته. قسمت بالشتک های زیر انگشت ها. پا رو صاف میکنی. پای راست هم کاملا فعال و صاف. زانوی پای چپ مکش میکنه به سمت ران و چهار سر ران کاملا منقبض. کشش رو ایجاد میکنی. کشش پشت عضلات ساق و ران پای چپ. کمی کشش رو کامل تر میکنیم. 10 9 8 7 6 5 چند سانت دیگه کشش کامل تر بشه. 4 3 2 و 1 زانو رو خم میکنیم. بند رو آزاد میکنیم و روی زمین. آماده میشیم برای وضعیت پادانگشت شماره 2. دوباره با دم پاها رو جفت میکنیم. پای راست از زانو خم میشه. دوباره بند میفته روی بالشتک های پای راست. بند رو با دست راست میگیریم. دست چپ کنار بدن یا روی سمت چپ لگن و پای راست از سمت راست به آرومی میره به سمت زمین. دست سمت چپ لگن رو نگه میداره که سمت چپ لگن از زمین جدا نشه. گودی کمر روی زمینه تا فشار روی ناحیه کمر نباشه و پای چپ کاملا فعال. زانوی پای راست هم کاملا قفل و فعال. چانه به حفره گلو نزدیک و مهره های گردن کاملا کشیده. 10 ثانیه کشش رو کامل میکنیم. 10 9 8 7 6 5 کمی کشش کامل تر. 4 3 2 و 1 آروم پای راست برمیگرده بالا. زانو خم میشه و کف پای راست میاد روی زمین و رها. توجه به کشاله ران راست و عضلات پشت ران راست. مفصل ران ملگن. سر تا سر پای راست رو پا جفت کنار هم. این بار پای چپ دوباره بند میفته روی بالشتک های پای چپ. بند رو با دست چپ میگیریم. دست راست میاد کنار بدن یا روی سمت راست لگن قرار میگیره و به آرومی پای چپ از سمت چپ میره به سمت زمین. گودی کمر روی زمین و کشش کشاله ران و پشت ران چپ. چانه به افره گلو نزدیک. ده ثانیه کشش رو کامل تر میکنیم. 10 9 سمت راست لگن روی زمین. 8 7 6 5 چهار سر ران پای چپ منقبض. کشش کامل تر. 4 3 2 1 آروم پای چپ برمیگرده بالا. زانو خم میشه و کف پای چپ هم میاد روی زمین. سر تا سر بدن رها. هر حرکتی بدن نیاز داره به بدن میدیم تا بعد بتونیم بی حرکت روی زمین رهاش بکنیم. پاها رو جفت میکنیم. میاریم روی شکم. لگن رو به راست و چپ حرکت میدیم. با دستور هر دو ساق رو میگیریم و با بازدم سر و سینه رو بالا میاریم. به راست و چپ بدن رو روی زمین کمی قلط میدیم. اگر کمر درد ندارید و پشتتون روی زمین نرمه به عقب و جلو و
و کم کم بدن رو روی زمین رها میکنیم. آماده میشیم برای وضعیت شواسانا. سر تا سر بدن رها. پای راست از انگشت ها مچ، ساق، زانو تا ران راست رها. سر تا سر پای راست رها. پای چپ از انگشت ها به مچ، ساق، زانو و ران چپ کاملا رها. سر تا سر پای چپ آزاد و رها. عضلات لگن، عضلات فیله کمر، مهره ها تا مهره های پشت، تخت پشت کاملا رها. عضلات زیر بغل و کتف ها آزاد و رها. روی لگن و شکم، اندام های درون لگن و شکم، روی قفسه سینه، عضله پهن سینه و درون قفسه سینه کاملا رها. دست راست از انگشت ها مچ، ساعد و آرنج، بازو تا سرشانه و کتف و زیر بغل راست رها و آزاد. دست چپ از انگشت ها مچ، ساعد و آرنج و بازو و پشت بازو تا سرشانه و کتف و زیر بغل چپ رها. عضلات و مهره های گردن، پس سر تا تاج سر آزاد و رها. فک و آرواره لبها کاملا رها. با یه لبخند تمام عضلات صورت رو رها میکنیم و اخما رو هم باز میکنیم. گونه ها رها به سمت زمین. بینی، چشم ها و گوش ها رها. لبها و پلک ها به روی هم رها. بین دو ابرو و پیشانی آزاد و رها. نهایتا این رهایی از پوست سر تا تاج سر. سر تا سر بدن رها و آزاد. سر تا سر بدن کاملا لخت و رها، مثل یه قطره که انگار به درون زمین فرو میره.
توجه رو به بدن برمیگردونیم، کمی انگشت های دست ها و پاها رو حرکت میدیم. اگر نیاز هست به بدن کمی کش و قوس میدیم، بدن رو کاملا بیدار میکنیم. میچرخیم به پهلوی راست، سر رو روی بازوی راست قرار میدیم، پاها خم میشه مثل وضعیتی شبیه به جنین در رحم مادر، و بعد با کمک دست چپ و دست راست بفرمایید و روی تشک ها بنشینید. چشم ها رو بسته نگه دارید، دست ها جلوی قفسه سینه روی هم توی وضعیت سلام. دست ها رو روی هم مالش میدیم، کف دست ها کاملا گرم و فعال بشه، و بعد اونها رو روی چشم های بسته میذاریم. سر و صورت و تمام بدن و مخصوصا هر جایی از بدن که نیاز بیشتری به این گرما داره، با نوازش اون قسمت ها گرما رو بهشون انتقال میدیم. نهایتا سر رو برمیگردونیم رو به بدن، به پاها نگاه میکنیم، چشم ها رو باز میکنیم و سر رو بالا میاریم و از تمرین خارج میشیم. ممنون ازتون. یوگای سینا، یوگای جامعه.